با عرض سلام و وقتتان بخیر به خبرهای ساعت 10 طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. ادامه تلاش‌ها برای برقراری صلح در افغانستان. وزیر خارجه آمریکا میگوید که دوحه یک جا با واشنگتن در روند صلح افغانستان کار میکند. United States and Qatar are working together to address a number of regional security challenges. ایالات متحده و قطر یک جا کار میکنند تا به شمار از چالش‌های امنیتی منطقه‌ای به شمول افغانستان و عراق رسیدگی کنند. انتقاد سرور دانش از کمیسیون‌های انتخاباتی. معاون دوم رئیس جمهور با انتقاد از کار کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که کمیسیون‌های انتخاباتی در حق شهروندان کشور جفا کرده‌اند. کمیسیون‌های انتخاباتی باید بدانند که کاسه صبر مردم افغانستان لبریز شده و بیش از این نمیتوانند ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها را تحمل کنند. پیشنهاد برخی از اعضای کنگره ایالات متحده به پایان همکاری آمریکا با پاکستان. اعضای کنگره آمریکا هدف این کار را پایان بخشیدن و موقعیت پاکستان همچون متحد غیر ناتوی آمریکا گفتند. پاکستان دوست استراتژیکی ایالات متحده آمریکا است. ایالات متحده آمریکا بر اساس منافع استراتژیکی خود در منطقه و پاکستان اجرا میکند. و امیدواری آمریکا درباره محافظت از کردان در سوریه. شبتان بخیر. من صدف امیری هستم با مشروع خبرهای ساعت. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امروز به عربستان رفته است و پیش از آن در دبی با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان و در ابوظبی با مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی دیدار کرده است و در این دیدار با مشاور امنیت ملی امارات درباره صلح افغانستان و مالکیت افغانها گفتگو کرده است. قرار است حمدالله محب در سفرش به عربستان با مقام های این کشور دیدار و گفتگو نماید. اما پیش از آن در شهر ابوظبی با مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی در مورد پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان ها و همچنان مبارزه مشترک علیه تروریسم بحث و تبادل نظر نمود. همچنان در شهر دبی با زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان نیز دیدار و گفتگو کرد. قرار است مشاور امنیت ملی کشور در سفر به عربستان سعودی با مقامات ارشد این کشور در مورد همکاری های مشترک میان دو کشور بحث و تبادل نظر کنند. وزیر خارجه آمریکا میگوید که دوحه یک جا با واشنگتن در روند صلح افغانستان کار میکنند و وجود دفتر سیاسی طالبان در قطر یکی از نمونه های تلاش های قطر در روند صلح افغانستان است. در این حال وزیر خارجه آمریکا میگوید که آمریکا برای رسیدگی به چالش های امنیتی منطقه‌ای و شمول افغانستان یک جا با قطر کار میکند. در این حال منابع نزدیک به طالبان تایید میکنند که ملا برادر یکی از رهبران این گروه به قطر رفته است. دوحه و واشنگتن از تلاش های همسو در روند صلح افغانستان سخن میگویند و بر حل چالش های امنیتی کشورهای منطقه به شمول افغانستان تاکید میورزند. ایالات متحده و قطر یک جا کار میکنند تا به شمار از چالش های امنیتی منطقه‌ای به شمول افغانستان و عراق رسیدگی کنند. منابع نزدیک به طالبان میگویند که ملا غنی برادر، کسی که به تازگی از بند پاکستان رها شده است، برای شرکت در روندهای سیاسی گروه طالبان به قطر رسیده است. اما عضویت ملا برادر در هیئت سیاسی دفتر قطر تا اکنون نهایی نشده است. رول ملا برادر و امثال هم به مراتب مهم است و آرزو داریم که به زودی چون این نقش را بازی بکنند که اعتماد سازی در سطوح مختلف رهبریشان به وجود بیاید.
احتمال جا گرفتن ملا غنی برادر در ترکیب هیئت تصمیم گیرنده در روند گفتگوهای سال، خوشبینی ها را در میان اعضای مجلس نمایندگان نیز افزایش داده است. وقتی ملا برادر یکی از شخصیت های تاثیرگذار در زمان طالبان هم بود و حالا هم من حیث نماینده وقتی رفته باشه از جانب طالبان و او صلاحیت گفتگوهار داشته باشه، طبیعتا که میتونه تاثیرگذار هم باشه. اما ریاست اجراییه نقش افراد را در روند سال بسیار مهم نمیداند. تغییر در روند مذاکرات و حضور طالبان بیشتر بستگی به تغییر سیاست و استراتژی در پاکستان داره تا به رها کردن و رها نکردن یک شخص از این جریان. ملا عبدالغنی برادر 45 ساله پیش از بازداشتش در سال 2010 میلادی در شهر کراچی پاکستان معاون ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان بود. او در زمان حاکمیت طالبان در کابل معاون وزیر دفاع بود و در کنار ملا محمد عمر یکی از بنیانگذاران گروه طالبان به شمار می رود. معاون دوم رئیس جمهور با انتقاد از کار کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که کمیسیون های انتخاباتی در حق شهروندان کشور جفا کردند. محمد سرور دانش می افزاید که اتهامات تقلب، تخطی و فساد در کمیسیون های انتخاباتی جایگاه مردم و حکومت افغانستان را در سطح جهان زیر پرسش برده است. آقای دانش بر آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی تاکید می ورزد و می گوید که این دو کمیسیون صبر مردم را لبریز ساخته است. معاون دوم رئیس جمهور در نشستی در کابل بر آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی تاکید می ورزد. کمیسیون های انتخاباتی باید بدانند که کاسه صبر مردم افغانستان لبریز شده و بیش از این نمی توانند ضعف ها و ناکارآمدی ها را تحمل کنند و اکنون مکلفیت حکومت وحدت ملی است که اصلاحات همه جانبه را باید روی دست بگیرد. اما رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که یکی از علتهای تاخیر در اعلام نتایج انتخابات مجلس نمایندگان مداخله حکومت در نهایی سازی فهرست نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان است. از طرف کمیسیون رفته لیست به حکومت که تا حکومت از بین از این انتصاب کنه دیگه. پس معلوم میشه که اختیار در دست کمیسیون نیست، یک کمیسیون مستقل نیست، بنابراین هر کار که میشه از طرف حکومت میشه. کمیسیون مستقل انتخابات مشکلات را در این روند میپذیرد، اما اتهام های فساد و مداخله حکومت را در این روند رد میکند. امیدوار هستم ارگان های امنیتی و کشفی ما همین تحقیقات خود بکنه، این مسائل انکشاف بده و هر کسی که در این فساد آغشته باشه او را به پنجه قانون بسپاره. در این میان سخنگویان حکومت نیز هر گونه مداخله را در کار کمیسیون های انتخاباتی رد میکنند. ما در هیچ مرحله از کمیسیون نخواستیم که نامی را یا فهرست را در یک ولایتی یا در ولایت افغانستان برای ما روان بکنه. ما برای استقلال عمل کرده کمیسیون همیش احترام داشتیم. بر بنیاد جدول زمانبندی انتخابات مجلس نمایندگان، کمیسیون مستقل انتخابات دو ماه پیش نتایج نخستین و سه ماه پیش نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان را باید اعلام میکرد. اما تا اکنون نتایج نخستین به گونه کامل اعلام نشده است. شمار از اعضای کنگره آمریکا پیشنهاد کردند که همکاری های واشنگتن با اسلام آباد به پایان برسد و هدف این کار را پایان بخشیدن به موقعیت پاکستان همچون متحد غیر ناتوی آمریکا می گویند. اگر این لایحه تصویب شود، بسیاری از همکاری های نظامی و غیر نظامی میان دو کشور پایان خواهند یافت. این بار شمار از اعضای کنگره ایالات متحده لایحه ای را پیشنهاد کردند. اگر این لایحه تصویب شود، پاکستان موقعیتش را همچون همپیمان غیر ناتوی ایالات متحده از دست خواهد داد. همه فشارها بالای پاکستان میتونه مؤثر باشه، ولی ما به این عقیده هستم که پاکستان دوست استراتژیکی ایالات متحده آمریکا است. ایالات متحده آمریکا بر اساس منافع استراتژیکی خود در منطقه و پاکستان اجراات میکنه. تمام کشورهای همسایه، تمام کشورهایی که زیردخل هستند در مسائل افغانستان باید اونا از بازی‌های دوگانه صرف نظر بکنند. در حالی که در این نواخر مقام‌های پاکستانی از تلاش‌هایشان برای روند صلح افغانستان سخن گفتند، اما در افغانستان هنوز هم در برابر این کشور بی‌باوری‌ها وجود دارند.
دغه پاکستان ملایان او داخلي مشتره او پارول د جهاد په توګه وکی تر کې د سې بیا بده د غوت لیکرو هغه د افغانستان د صلح او غواړي دا کشمکشونه د دې سبب نشي چې زمون د روان خبرې د سولې تا زیان ونه رسیږي. این فشارها در حالی مطرح می شوند که پیش از این مقام های اسلام آباد ادامه سفرهایش را برای صلح افغانستان به کابل شدت بخشیدند و از بکار گرفتن تمامی تلاش های اسلام آباد برای پیروزی روند صلح افغانستان اطمینان دادند. وزیران خارجه افغانستان، هند و کشورهای آسیای میانه در نشست گفتمان هند، آسیای میانه و افغانستان درباره چگونگی بیرون رفت از بحران کنونی افغانستان امروز در شهر سمرقند گفتگو کردند. در این نشست بر نقش پروژه‌های توسعه‌ای بر از میان برداشتن بحران در افغانستان تاکید شده است. در همین حال وزیر خارجه هند میگوید که یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات در قلب آسیا میتواند پل آسیای میانه و آسیای جنوبی باشد. گفتمان هند، آسیای میانه، افغانستان. میان وزیران خارجه هند، افغانستان و کشورهای آسیای میانه در شهر سمرقند برگزار شد. در این نشست وزیر خارجه هند جنگ افغانستان را تحمیل شده می گوید و می افزاید که تامین صلح در این کشور به سود منطقه خواهد بود. امروز نقطه آغاز یک عصر تازه در روابط هند و آسیای میان است. ما در گفتگوهایمان بر روابط چندین قرنه میان مردم هند، آسیای میانه و افغانستان تاکید ورزیدیم. ما با هم راحت هستیم و همکاران طبیعی هستیم. وزارت خارجه کشور از تلاش‌های کشورهای منطقه در این نشست برای دریافت راه حل به بحران و پایان دادن به خشونت‌ها در افغانستان خوشبین است. بر گفتگوهای مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان تاکید شد و اینکه هیچ گزینه دیگر به جز گفتگوهای مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان وجود ندارد و بر رهبری و مالکیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر روند صلح تاکید شد. شرکت کنندگان این نشست هراس افغانی را نیکوهش کردند و بر نقش پروژه های توسعه در از میان برداشتن دشواری ها در افغانستان تاکید کردند. کشورهای منطقه و خاصتا قوت های پرنفوذ منطقه در جستجوی از این هستند که در صلح افغانستان، در مصالحه افغانستان، مصالح خود را، منافع خود را و اهداف استراتژیک خود را به شکل امرای ایالات متحده آمریکا هم نوا بسازند که در تقابل نه بلکه اینها در تعامل و یا حتی در معامله گری و جورآمد با ایالات متحده آمریکا مسئول باقی بمانند. افغانستان به امورات که در همسایگان مداخله متاسفانه او د طالبان نه حمایت دا یو دردونکې بحث ده چې د کلونو راسې موږ او تاسو د دې بدبخته پیغامونو نه هم ځورېږو، هم ترېنه کړېږو، هم ترې خوږېږو. قرار است دهلی نو میزبان نشست آینده این گفتمان در سال 2020 میلادی باشد. خانواده های سربازان جان باخته در ولایت پکتیا از بی‌پروایی حکومت در برابر خودشان شکایت دارند. مادر یک سرباز کماندو میگوید که پسرش 9 ماه پیش در یک نبرد با طالبان جان باخته است، اما حکومت تا اکنون برای خانواده این سرباز هیچ کار انجام نداده است. والی پکتیا میگوید که قرار است به زودی توزیع یک نمره زمین برای خانواده های سربازان جان باخته آغاز گردد. محمد زمان یکی از سربازان کماندو کارش را 4 سال پیش در صفوف نیروهای کماندو آغاز کرد. محمد زمان 9 ماه پیش در یک نبرد با طالبان در ولایت کندوز جان باخت. این کودک 3 ماهه حنزله نام دارد و پسر محمد زمان است. حنزله 3 ماهه از محبت پدرش به بهره مانده است. اما مادر این سرباز میگوید با گذشت 9 ماه از مرگ پسرش تا اکنون حکومت هیچ کار نکرده است. 8 ماه میشه 9 ماه. که بچه اگر کم در کماندو بود. خود در کماندو خواهیم 4 سال وظیفه کرد. 4 سال وظیفهش بود. نگه مسکینه کرده که شهید شد. دیگه تا بالا هیچ کسان پرسان ما را نکرده. نی باخساز ما را کرده. نی دیگه دولت پشت ما گشتن. نی خوب نی بد. راجعه که میکنیم که پیسه نداشته باشید تو رو در شبه هم کسی لا نمیده. از شبه هم پس میکشن. آدم ما بود که رفت گمورد. یک
دو ماه سه ماه مایلاش کردیم که بعد رفتیم گفتیم اسنادهاش رو بردیم که هیچ کس این چیه ما رو نکرد. این هم خانواده محمد آصف، یکی از سربازان پلیس در این ولایت. اعضای این خانواده ادعا دارد که محمد آصف 3 سال پیش در انفجار یک ماین جان باخت. مادر محمد آصف نیز از بی‌پروایی مقام‌های محلی در برابر اعضای این خانواده شکایت دارد. یه مردو خوب واسه دو خیلی به پی اعتر بیم خواهد ده مردو نه نون داره نه داده خانه خوار غریب است. چه کجا اونه مردم رو تباه کرد. ولی خدا خیلی پیش کنه خود اونو رو ده بدر کنه. خیر شما بیشمار رو مدر بریم خیر به مردم اعتر بیم خدا خیلی پیش کنه. از حکومت می خواهیم فهمیدی همون حق حقوق شه برای ما فهمیدی این چه کنه اینو. یا خانه و فهمیدی خانه واده کرده نمره اینا تابانه نه نمره ما داد نه دیگه برای ما داد. ولی پکتیا برخی از چالش ها را میپذیرد و میگوید که قرار است روند توزیع زمین ها برای خانواده های سربازان جان باخته با زودی آغاز خواهد شد. موږ ټول د شهیدانو کورنیو ته که د اردو دی د پولیسو دی د امنیت ملي دی ټولو ته هغه څه هغه څه چې د دوی حقوق دي هغه ثابت دي او دوی ته معلوم دي هغه حقوقو په غوښتلو پسې تر موږ پورې لږ تر لږه راورسېږي او یا لږ تر هغه اړوندو ارګانو ډېر ورسېږي امکان لري چې همدغسې څوک پاته سوی. این نگرانی ها در حال ابراز می شوند که رئیس جمهور غنی 1.5 سال پیش در سفرش به ولایت پکتیا در دیدارش با شماره از خانواده های شهدای نیروهای دولتی به نهادهای مسئول هدایت داد تا به تمامی خانواده های شهدای نیروهای دولتی زمین توزیع گردد. تا لحظات دیگر اطمینان محمد حکیم تورسن برآوردن صلح در کشور. ادامه خبرها. محمد حکیم تورسن نامزد انتخابات ریاست جمهوری میگوید که اگر در انتخابات پیروز شود پیش از نشستن بر کرسی ریاست جمهوری صلح را در کشور 30% تامین خواهد کرد. وی به پیروزیش در این انتخابات امیدوار است و میگوید که در حکومتش اشرف غنی و عبدالله عبدالله جای نخواهند داشت. چاشت روز است و برایش سفره هموار میکنند. در یک دفتر ساده و با افزارهای کهنه و کمبه‌ها. خوراکش نیز ساده است. خوراک این چاشت مهمانان و کارمندان دفترش نیز همین است. میگوید نه ثروتی دارد و نه از سوی کدام کشور تمویل می‌گردد و به یاری مردم کمر به این پیکار بسته است. زمانی که من آغاز به چنین کار کردم همه مردم افغانستان هم میفهمند که من نه غاصب هستم نه فاسد و نه مفسد و نه هجنت کدام کشور. حلقه هایی را در حکومت و نیز شماری از رهبران سیاسی را فاسد میداند و میگوید که اگر در انتخابات پیروز شود بحران را به پایان خواهد رساند. به هیچ وجه نه آقای غنیره نه آقای عبدالله را که من گفتم شاگرد چاینکی پزم برشان اجازه نمیدم. حتی غاصب فاسد مفسد و اجنت کدام کشور به نفع ما در آینده تیرم شوی قبولم ندارم. هواداران آقای تورسن میگویند که برای رئیس جمهور شدن وی از هیچ کمکی دریغ نخواهند کرد. منگا طول زیادتر از وانن پمدی تیم که ورسره و طول پا همدی بانی کار که و چی چنگ و کول ایسو دقا وطن تا لگزر خدمت خوم کرده وی. آقای تورسن 64 سال است و در عاشقان و عارفان کابل به دنیا آمده است. وی دانش آموخته دانشگاه کابل است و در بخش استخبارات در ازبکستان، روسیه و آلمان تحصیل کرده است. نجیب‌الله کابلی رهبر حزب مشارکت ملی افغانستان میگوید که ایران و پاکستان از گروه‌های مخالف مسلح دولت پشتیبانی می‌کنند و باید حکومت افغانستان از گروه‌های آزادی‌خواه در این کشورها پشتیبانی کند و برای آنان در کابل دفتر سیاسی بدهد. آقای کابلی در نشست حرکت‌های آزادی خواهی پشتون‌ها و بلوچ‌های پاکستان و ایران را به رسمیت می‌شناسد و تأکید می‌کند که از این گروه‌ها باید برای رسیدن به آزادی‌هایشان پشتیبانی شود. وی می‌افزاید که پشتیبانی از این حرکت‌ها به معنای پشتیبانی از آزادی است، نه مانند پشتیبانی ایران و پاکستان از گروه‌های هراس افغان. تا لحظات دیگر شکایت از تخریب جاده نادلی نهر سراج در هلمند.
به ادامه خبرها خوش آمدید. با گذشت 3 سال از بهره برداری جاده نادلی نهر سراج در هلمند، اکنون بخش از این جاده پرهزینه دوباره تخریب شده است. این جاده که هر کیلومتر آن به بیش از 1 میلیون دلار ساخته شده بود، با گذشت زمان اندک در حدود 3 کیلومتر آن دوباره تخریب شده است. از سوی هم مسئولان محلی در هلمند علت تخریب زود هنگام این جاده را نبردها در این محل می‌دانند. 31 کیلومتر جاده میان ولسفلی های نهر سراج و نادلی هلمند که 3 سال پیش با هزینه 34 میلیون دلار ساخته شد، اکنون چندین کیلومتر این جاده دوباره تخریب شده است. این منطقه پس از سالها به دست نیروهای امنیتی افتیده است و گفته می شود وجود ماین ها در کنار این جاده علت تخریب زود هنگام این جاده است. میسم که در بخش ماین روبی نیروهای امنیتی کار می کند می گوید که تا کنون ده ها ماین را از کنار این جاده پاکسازی کرده است. تمام ماین ها را ما کش و خونسا می کنیم و نمی گذاریم که پلچک، پل و سراغ خراب شود. جنجیر در خوانه در گرش پا استقامت بان امتداد داری تا سخپل وکتو در دغا علاونه و در دغا خرابونه ده او تاش تا اتمنان در کم چی پا دغا کلونو بانه دوی حس کرد امنتی زواکونو مخنشینی ولی در امینال مسئولان فواید آمد در هلمند نیز از تخریب شدن بخش جاده ولسفالی های نهر سراج و نادلی در هلمند ابراز نگرانی می کنند. سرک پرشاله ولسوی دی چه در دیر غط زاید او پاین زمن که موجه بل سرک لرو چه اگه در چانجیر چخه در باباجی پا مابین که پا وطن که تیر سوی دی در سرک پرولو بندی هم شروع کرده در تخریب کرده دی. این در حالی است که بخشی از این جاده هنوز هم زیر کار است. شمار از باشندگان هلمند وجود نبردها را در بخش‌های از کشور یکی از علت‌های تخریب پروژه‌های توسعه‌ای به ویژه جاده‌های کشور می‌داند. آنان می‌گویند که از پروژه‌های خدمات همگانی نباید برای رسیدن به هدف‌های نظامی استفاده شود. تا لحظات دیگر نگرانی از وجود خطر در برابر جان گردشگران در آیسلند. از جهان این که آمریکا امیدوار است که درباره محافظت از کردان در سوریه با ترکیه به توافق برسد. وزیر خارجه آمریکا پس از گفتگو با همتای ترکش میگوید که امیدوار است پس از بیرون شدن نیروهای آمریکایی از سوریه از جنگجویان کرد محافظت شود. این در حالی است که ترکیه این جنگجویان را هراس افغان میداند و از آمادگی ها برای آغاز عملیات نظامی در برابر آنان خبر داده است. در همین حال جنگجویان کرد بیرون شدن نیروهای آمریکایی را از سوریه به زیان مبارزه با داعش می‌دانند. در حالی که ایالات متحده به توافق با ترکیه درباره سرنوشت جنگجویان کرد در سوریه امیدوار است، ترکیه شمار دیگری از نیروهایش را نیز به مرز با سوریه فرستاده است. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده در امارات متحده عربی با مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گفتگوی تلفنی داشت و پس از آن ابراز امیدواری کرد که دو کشور در این باره به توافق برسند. ایالات متحده در سوریه نزدیک به 2000 سرباز دارد که همراه با جنگجویان کرد در برابر داعش می جنگند. اما این جنگجویان کرد بیرون شدن نیروهای آمریکایی را به زیان پیکار با داعش می دانند. وجود داعش در منطقه یک مسئله جهانی است و جهان باید در برابر آن مسئولیت بگیرد. هرچند تا اکنون آمریکایان و نیروهای ائتلاف مسئولیت پذیر نبودند و ما را تنها گذاشتند. و مقام ها در آیسلند می گویند که شمار بزرگ از گردشگران برای دیدن نورهای سبز رنگ در شمال این کشور جانهایشان را به خطر می اندازند. پلیس می گوید که بیشتر گردشگران در هنگام رانندگی به آسمان خیره می مانند و یا اوضاع زمستانی را در نظر نمی گیرند. از توجه و امرایتان به خبرهای ساعت طلوع سپاسگزارم. شبتان بخیر. خدا نگهدار. سرخط خبرها در طول نیوز. ادامه تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان. وزیر خارجه آمریکا میگوید که دوحه یک جا با واشنگتن در روند صلح افغانستان کار میکند.
انتقاد سرور دانش از کمیسیون های انتخاباتی. معاون دوم رئیس جمهور با انتقاد از کار کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که کمیسیون های انتخاباتی در حق شهروندان کشور جفا کردند. پیشنهاد برخی از اعضای کنگره ایالات متحده با پایان همکاری آمریکا با پاکستان. اعضای کنگره آمریکا هدف این کار را پایان بخشیدن و موقعیت پاکستان همچون متحد غیر ناتوی آمریکا گفتند. و امیدواری آمریکا درباره محافظت از کردان در سوریه. چهارمین نامزد انتخابات ریاست جمهوری امروز دسته انتخاباتیش را در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت کرد. عنایت الله حفیظ از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگوید که با هیچ زورمند و ناقض حقوق بشر یک جان نخواهد شد. آقای حفیظ میگوید که وی خواهد کوشید تا صلح را در کشور تامین کند و در سفره های مردم تغییر بیاورد. با چهره گشاده آمده است تا برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند. نامش عنایت الله حفیظ است و جنت گل چکری و ماستر شهرانی را معاونانش معرفی می کند. تصمیم گرفتیم که ما روحیه تشتت، روحیه نفی همدیگر را، روحیه برادر کوچی را از افغانستان برداریم. از هان مردم تغییر بدیم. چی گونه می توانیم ما همدیگه خود در آغوش بگیریم؟ آقای حفیظ میگوید که با هیچ ناقض حقوق بشر کنار نخواهد آمد و اگر در انتخابات پیروز شود کسانی را که به فساد متهم هستند اجازه فعالیت نخواهد داد. وقتی رئیس جمهور شدیم میخواهیم عدالت را تطبیق کنیم. ما اولین کار را خواد کردیم دست فاسدار از این وطن قطع میکنیم. به هر نحوی که باشه فاسدای اداری و فاسدای مالی و کسایی که وطن را برباد کرده دستای از ورقت میکنه. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که شماری از دسته های انتخاباتی دیگر نیز برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری آمادگی گرفتند. از تمام شهروندای ما که بسته های معلوماتی انتخابات ریاست جمهوری را به دست آوردن هر چی زودتر تا زمان تعیین شده نامشون را ثبت کنند تا از حقی که نسبت به کاندید شدن دارن مستفید شوند و از این حقشان باز نمانند. این چهارمین نامزد انتخابات ریاست جمهوری است که خود را به گونی رسمی برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده است. در بیش از 15 سال اخیر برای نخستین بار یک مرکز نظامی در شهر هرات مورد حمله گروهی مهاجمان قرار گرفته است. این حمله که 5 کشته و 4 زخمی بر جا گذاشت نگرانی هایی را به بار آورده است. مقام های امنیتی هرات میگویند که مهاجمان میکوشند تا حمله های خونین را انجام دهند، اما نیروهای امنیتی در نخستین دقایق این حمله را مهار کردند. در این حمله یک مهاجم کشته شد، اما گزارش ها میرسانند که 2 مهاجم دیگر از محل رویداد فرار کردند. حمله مهاجمان بر حوزه ششم امنیتی شهر هرات نخستین حمله گروهی هراس افغانان بر یک مرکز نظامی در بیش از 1.5 دهه گذشته در این شهر خوانده می شود. مقام های امنیتی هرات می گویند که مهاجمان برای انجام یک حمله خونین آمادگی گرفته بودند، اما نیروهای امنیتی در نخستین دقایق این حمله را خونسا کردند. یک نفر از داخل حوزه شدند که بایک از شاگردان مکتب از استفاده کرده بودند که شاجورا را دو جای بجا کرده و به مای دستی هم یاد داشتند. با مقاومت آنی و واکنش آنی پلیس مواجه شد و او از پا در آورده شده. در این رویداد 3 غیر نظامی و 2 نظامی جان باختند. اینجا بستگان یک ارباب محل که در این حمله سوی هراس افغانان تیرباران شده است بر سر جنازه او نشستند. دردا روزانه در شهر ما شما زیادتر هست و کمتر نیه. حمله مهاجمان بر این حوزه پلیس در شهر هرات نگرانی جدی باشندگان این ولایت را به همراه داشته است. این حملات میتونه خدای نکده روی مردم آسیب بزنه و انمی روند روی رشد که میتونه سیرات در قسمت صنعت و تجارت داشته باشه و ذوق شهرنشینی که دیگه مردم نسبت به هرات دارن میتونه متاسفانه این متاثر بسازه. طالبان با پخش اعلامیه مسئولیت حمله بر حوزه ششم امنیتی شهر هرات را
پذیرفتند. شهر هرات یکی از شهرهای امن کشور شمرده می شود که کمتر گواه حمله های گروهی هراس افغانان بوده است. شمار از نامزدان معترض و هوادارانشان در ولایت هرات دست به اعتراض زدند. اعتراض کنندگان هشدار می دهند که اگر به خواسته هایشان توجه نگردد راه های این ولایت را بسته خواهند کرد. در این حال مقام های محلی هرات می گویند که صدای معترضان را به مرکز انتقال خواهند داد. شماری از نامزدان معترض و هوادارانشان اینجا در برابر ساختمان ولایت دست به تظاهرات زدند. اعتراض کنندگان خواهان بازشماری آرای مجلس نمایندگان شدند. عملکرد حکومت افغانستان، عملکرد رئیس جمهور افغانستان و عملکرد کمیسیون نامستقل افغانستان باعث شد که دیدگاه مردم نسبت به دموکراسی، نسبت به انتخابات و نسبت به مشروعیت حکومت افغانستان و مشروعیت پارلمان آینده بسیار ضعیف شود. ما تصمیم داریم، یعنی تصویب شده تمام نامزد وکیلان که تمام شاهراهای متصل به ولایت هرات را نیز مسدود کنیم. در مجموع مشروعیت نظام زیر سوال میبره، مشروعیت انتخابات زیر سوال میبره و میفهمین که سمپوشی هست برای نظام دموکراسی. در همین حال مقام های محلی هرات میگویند که خواسته های نامزدان معترض را به مرکز انتقال خواهند داد. آمادگی کامل برای استماع مشکلات مردم داره و همچنین در راستای اعتراضی که امروز در مقابل مقام ولایت دارن معترضین، مقام ولایت تمام خواسته های اینا را به مقامات مرکزی خواهد رساند. در همین حال کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی هرات میگوید که پس از رسیدگی به این شکایات ها تغییراتی در اعلان نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان خواهد آمد. شمار از باشندگان بلخ از بیکاری و ناداری به سوتو آمدند و از حکومت میخواهند که برنامه هایی را برای اشغالزایی به اجرا بگذارد. آنان میگویند در سالهای پسین زمینه فرصت های کاری در بلخ کاهش یافته است و مردم در حالت بحران اقتصادی هستند. آنان بیکاری را یک چالش اصلی در برابر حکومت وحدت ملی می دانند. آنها بر این باورند که اگر این روند ادامه یابد ممکن است که فقر و تنگدستی بیشتر از پیش در کشور افزایش یابد. 51 سال از عمرش گذشته است. در هوای سرد و بارانی برای یافتن کار اینجا در چهارراهی شهرداری مزار شریف آمده است. تنها نانآور یک خانواده 8 نفری است. میگوید در هفته اگر یک روز کار پیدا کند آن هم با حقوق 300 افغانی خرسند است. هفته یک روز کار پیدا نمیتونیم، یعنی میگه میشینیم فکر میکنیم خدایا کی قدر بیکاری است، کی در بدری است. برادر خانه کی میره مشتاق میگه تو چی زاوز میگم به کار نیست ما چی بریم. اینجا میشینیم فکر میکنیم که بریم چی کار بکنیم؟ نه کار است، نه بار است، نه غریبی است. احمد 35 سال دارد. از شدت سرما دستانش را به هم می فشارد. از رهبران حکومت وحدت ملی ناراضی است. می گوید با کمبود سوخت و خوراک روبرو است. از صبح تا شام منتظر می ماند تا شاید کاری بیابد و شکم فرزندانش را سیر کند. پیسه ندارم، نان ندارم، آرد ندارم، زغال ندارم، بوته ندارم. نان نیست، دیگر نیست، خراب است دیگر، برین نیست، روغن نیست، کاربار نیست، میبینه هر روز اینجا من پاس میرم دیگر پشت کدن. روزانه 10 نفر برای یافتن کار اینجا گرد می آیند. کارگرانی که می گویند زیر خط فقر زندگی می کنند. حکومت را از بهر فراهمسازی زمینه های کاری برای مردم و به پروایی متهم می سازند. سرچاک میایم میشیریم هفته دو روز یا یک روز یا 10 روز با یک روز کار برابر میایم. اینه میتونم میشیم میایم چند میتر روزی اینه روزی 300 یا 250 روپا میتر اوام اگر برابر شود. از هیچ کس امید ندارم، امیدم فقط به خداوند است. درست است اینه میجم میایم فقط یک روز کار است، یک روز نیست، هرچی که روزی رسان که از خداوند است. بنده چی است که یک لغمنان به کسی بتا. آسمان بلند، زمین سخت، چه چاره کنیم؟ چاره ما چی هست؟ که میایم کارم یافت نمیشه. در این مورد خواستیم که دیدگاه رئیس کار و امور اجتماعی ولایت بلخ را نیز داشته باشیم، اما به تماس‌های مکرر ما پاسخ نداد. مردمانی که در بلخ از بیکاری به سطوح آمدند میگویند آنهایی که توانایی مالی دارند برای یافتن کار به کشورهای اروپایی میروند و کسانی هم که توانایی مالی ندارند در اینجا برای یافتن کار سرگردان میگردند. در این میان
کسانی هم هستند که به علت بیکاری معتاد به مواد مخدر شدند، مانند این جوانایی که اینجا از مواد مخدر به گونه آشکار استفاده می کنند. عارف موسوی، طولون یوز، شهر مزار شریف. قلوردوی 201 از سیلاب میگوید که نیروهای دولتی از 6 ماه بعد این سو بیش از 50 عملیات خرد و بزرگ را در بخشای ناامن این ولایت را اندازی کردند. فرمانده لوای 4 پیاده این قلوردو میگوید که در این 6 ماه 9 ولسوالی این ولایت از وجود طالبان و داعشیان پاکسازی شدند. در همین حال باشندگان ننگرهار میخواهند که برای جلوگیری از حمله های طالبان و داعشیان نیروهای دولتی به عملیات هایشان ادامه دهند. پاکسازی بیشتر بخش های ناامن ولایت ننگرهار از وجود مخالفان مسلح دولت. مقام های نظامی در ولایت ننگرهار می گویند که نیروهای دولتی در 6 ماه پسین بیشتر بخش ها را از وجود طالبان و داعشیان پاکسازی کردند. فرمانده نیروهای مرزی در حوزه شرق می گوید که 9 ولسوالی این ولایت در عملیات های جداگانه نیروهای دولتی از وجود طالبان و داعشیان پاکسازی شدند. زمنګ د عملیاتو موخه د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د راتګ لپاره د ساحه پراخول دی او غ ساحه چې د افغانستان د دښمنانو وجود نه پاکیږي الته به پاسون کوون کې د خپل ساحه نه د خپل نظام نه او د خپل دولت نه دفاع کوي. قول اردوی 201 سیلاب میگوید که نیروهای دولتی در 6 ماه پسین بیشتر از 50 عملیات خرد بزرگ را در این ولایت انجام دادند. ولسوالی های بدیکوت از وجود گروه توریستی کلان پاکسازی شد. ولسوالی چپرهار از وجود گروه توریستی داعش پاکسازی شد. ولسوالی سرخرود، ولسوالی خوگیانی، امطار، ولسوالی دیبالا، ولسوالی غنیخیل، یاشنوار. از سوی دیگر بزرگان اقوام ولایت ننگرهار میگویند که برای جلوگیری از حمله های دوباره طالبان و داعشیان نیروهای دولتی نباید عملیات هایشان را متوقف سازند. پالیسی ډیره ضرور و او شروع کړی ده. دلته اوس اراده موجوده ده. کله چې په اراده باندې زموږ ملي اردو، ملي امنیت، ملي پولیس دیو حرکت وکړ، یعنی بی مقاومت ورته وطن خوشی کیږي. دغه کتاب سره ام دفاع ام په تاروس کې روان یو. ننګرهار 22 ولسوالی دارد، اما ولسوالی های حصارک و شیرزاد از ولسوالی های ناامن این ولایت به شمار می روند. باشندگان این ولسوالی ها از نیروهای دولتی می خواهند که عملیات های نابودسازی مخالفان مسلح دولت را نیز در این ولسوالی ها آغاز کنند. در عملیات نیروهای امنیتی افغان و حمایت قاطع در ولسوالی جوند ولایت بادغیس 22 تن از طالبان و داعشیان کشته شدند و 18 تن دیگر بازداشت شدند. مقام های نظامی در حوزه غرب کشور می گویند که 20 تن از طالبان نیز در این عملیات ها زخم برداشتند. این عملیات هوایی و زمینی شب گذشته بر یک مرکز طالبان در بادغیس را اندازی شده است و مقام های امنیتی تاکید می کنند که ملا عبدالحی و ملا غلام رسول، دو فرمانده کلیدی طالبان در بادغیس، در میانه کشته شدگان هستند و زندان این گروه نیز نابود شده است. در عملیات ویژه نیروهای افغان و آمریکایی در منطقه پنجبوز ولسوالی جوند ولایت بادغیس 19 طالب و 3 داعشی کشته شدند و 20 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های نظامی حوزه غرب کشور تاکید می کنند که 15 داعشی و 3 تن از طالبان مسلح نیز بازداشت شدند. نن شپه از مر خاص کماندوی جستمو در مرکز تخه عملیات ترسره کړی دی. د جوان په ولسوالۍ کې چې هلته 22 نفر د دشمن مړه دي، 13 نفر هم زموږ ځواکونو کماندو په شکل د اسیر ژوندي نیولي دي، او یوه قرارګاه د دشمن چې ملا عبدالحی فراز کې و هغه هم پرسنل سره له منځه تللي دي. ملا عبدالحی و ملا غلام رسول، دو تن از فرماندهان کلیدی طالبان در ولایت بادغیس، در میان کشته شدگان هستند. مقام های نظامی می گویند که یک پایگاه بزرگ و زندان طالبان در ولایت بادغیس نابود شدند. 20 نفر دشمن زخمی شده، همچنان به تعداد 3 نفر داعش و 15 نفر از طالبا دستگیر شدند و همچنان در جمله از کشته شدگان ملا غلام رسول مسئول محبس طالبا شامل می باشد که هم در اثر اجرای عملیات موفقانه که در اونجا اجرا شده از بین رفته و کشته شده. این عملیات بر ضد طالبان در حال در ولایت بادغیس راه اندازی شده است که این ولایت در 2 هفته اخیر شاهد حمله های خونین طالبان بوده است.
مقام های محلی در ولایت بادغیس میگویند که انجام حمله های هوایی و زمینی بر ضد طالبان در این ولایت به بهبود اوضاع امنیتی کمک میکند. هر قدری که مثلا میخواستن که اینجا یک جای محفوظی ما هست، ولی از این چی دارن دیگه؟ ترس دارن، نگرانی دارن که دیگه خلاص شده نمیتونیم. و این وقت هم هست از اردوی ما، شما از کماندو خاصتن از قطعات هوایی از یا خلاص شده نمیتونن، مشکلشان در یک جان پنهان شده نمیتونن. گروه طالبان با پخش اعلامیه کشته شدن دو تن از افراد این گروه را در این حمله پذیرفته است، اما گفته است که نیروهای افغان و آمریکایی 40 تن از افراد داعش را با خود بردند. در این اعلامیه گفته شده است که این افراد داعش از سوی طالبان اسیر شده بودند. مسئولان شرکت سمنت غوری با انتقاد از کارکرد وزارت معادن میگویند هیئت این وزارت که برای تصفیه حساب این پروژه رفته است، تولیدات این شرکت را با بهای کم فروخته و پول آن را معلوم نیست که به کجا جمع می شود. مسئولان این شرکت در نشست کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان که سرمایه هایشان را به ازبکستان انتقال می دهند و قرار است که یک کارخانه تولید سمنت را در آن کشور بسازد. از سوی هم در این نشست اتاق تجارت و صنایع عملکرد وزارت معادن را خلاف قانون اساسی می داند. مسئولان شرکت سمنت غوری در نشست کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان عملکرد وزارت معادن را در فروش سمنت تولید شده این شرکت با بهای اندک انتقاد می کنند و می گویند که معلوم نیست این پول به کجا می رود. فی خلیطه 225 افغانی قیمتش است. امی ما هم از امی تسکریم از امی افغانستان هم. آی امرای ما مشوره شد که امی تو از کی قصدار هستی؟ آیا از ما مشوره شد که امی مال برای کی فروختی، از کی پیسه گرفتی که تکی که بامله کردی؟ و امرای ما مشوره صورت نگرفت، فقط هر کاری که دارن اینو مکاتب شست و برای شما نشانه. یا پیش از این هرچه که زدنسی به یک صورت حساب یا در بانک واسطه کردن که پیسه فروشات ما در کجا بره؟ 12 لگرمانی دو نفر سه نقده به این رئیسی ها داده سه. که ما میگیم ما 7 روز برای کمپانی ما اطلاع دادیم که به این تفاهمنامه امضا کنید. 3 سال 7 تانه 70 تانه مکتوب برتان داده جوابش ندادیم. وزیر اقتصاد به تصفیه حساب های این شرکت بر بنیاد تفاهمنامه دو طرف تاکید دارد. تا پروسی تصفیه را تا وقتی که تصفیه خلاص نمیشه ما ما فکر نمی کنم که ما ابو صلاحیت ازیر داشته باشیم که در جنسی از اونها ما قرض بگیریم و خصوصا او را ما به فروش برسانیم. از اینکه در جلسات قبل یا در وقت قبل اینا حاضر نبودن، ما مجبور شدیم بریم به حیات ما برای سهار فابریکه را بگیریم. از سوی هم مسئولان شرکت افغان انوستمنت میگویند که به زودی سرمایه هایشون را به ازبکستان انتقال خواهند داد. ما 10 میلیون دلار موج سرمایه گذاری میکنیم، 125 میلیون دلار را برای ما حکومت ازبکستان قرض میده و 25 سال قرض میده. 5 سال از این هیچ تکتانه انترستی گپا نداره. در نتیجه این نشست کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان در کنار حل مشکلات و تصفیه حساب شرکت پیمانکار سمنت غوری بر بنیاد تفاهم نامه مشترک حکومت و این شرکت فیصله نمود که وزارت معادن مسئولیت اجرایی سمنت غوری را به شرکت پیمانکار تا زمان تصفیه حساب واگذار کند. بعد از این مسئولیت اهمی قدر داشته باشه که یه هیئت نظارت کننده در اونجا باشه و تمام مسئولیت به کمپانی دوباره پس بده سپرده شد. این در حال است که پیش از این بر بنیاد فیصله شورای عالی اقتصادی پیمان سمنت غوری با شرکت افغان انوستمنت فصل شده است. این بود داشته های خبری امشب که تقدیمتان کردیم و در پایان هم چند گزارش ورزشی تقدیمتان میگردد. شبتان بخیر، خدا نگهدار. Vietnamese fans directly opposite us swathed in red and their white and green clad Iranian counterparts. این دیدار در نیمه نخست با برتری ایران آغاز شد و شاگردان کیروش چند موقعیت را برای گل زدن ایجاد کرد که تبدیل به گل نشد. دنگه در دقیقه 38 با پاس بریا غفوری سامان قدوس در محوطه جریمه صاحب فرصت شد و این بازیکن با گرسال سردار آزمون را در مارکت گلزنی قرار داد تا این بازیکن با ضربه صد دروازه ویتنام را باز کند.
Yes, Moon is the scorer, but that was brilliantly created. در نیمه دوم در دقیقه 52 بازیکن ویتنام با حرکت خوب با علیرضا بیرانوند تک به تک شدند، ولی ضربه کونگ فانگ را بیرانوند مهار کرد. در دقیقه 69 ایران به گل دوم رسید. با همکاری خوب بازیکنان ایران، مهدی ترابی توپ را به سردار آزمون رساند و این بازیکن با یک ضربه پای چپ گل دوم تیمش را وارد دروازه رقیب کرد. ایران در دقیقه 74 باز هم میتواند گلزنی کند، اما توپ را دروازه‌بان ویتنام مهار کرد. دقیقه 88 هجوم بازیکنان ویتنام را مدافعان تیم ایران به طور ناقص دفع کردند تا ضربه کوانگ های به بیرون رفت. این دیدار در نهایت با پیروزی 2-0 به سود ایران به پایان رسید. The two coaches have some history, similar playing careers, similar time frame at least, and here they are head to head with these two Asian nations, Yemen and Iraq. در نیمه نخست عراق مالکیت توپ میدان را در اختیار داشت و موفق شد در دقیقه 11 روی اشتباه بازیکنان یمن و حرکت فردی محمد علی به گل اول دست پیدا کند. He's weaving his way through traffic. Oh my word! What a spectacular strike from the teenager. Two goals in two games. He must have beaten five players in that one sequence and then unleashed an unstoppable strike. Lined up four defenders and somehow arrowed his shot inside the post. حملات عراق هنوز ادامه داشت که در دقیقه 19 بشار رسن با یک شوت خوب اختلاف را دو برابر کرد. دو تیم نیمه دوم را مساویانه پیش می رفتند تا اینکه در دقیقه 92 علی عباس آخرین گل عراق را به ثمر رساند تا این دیدار در نهایت با حساب 3-0 به سود عراق به پایان برسد. Has his first international goal in just his second appearance. Smiles on the faces of the Iraqi bench as Ala Abbas was emphatic with that finish. Outstanding for him, but that header to set up the goal was simply brilliant. There goes the full-time whistle. 3-0 to Iraq over Yemen. Yes, a very good evening to you. A warm welcome to the Al Maktoum Stadium in Dubai for match 21 in the 2019 AFC Asian Cup. And tonight it is Lebanon versus Saudi Arabia in Group E of the competition. And the stakes are just starting to get a little higher. A win for the Saudis tonight and they can look forward to the knockout stage. Lebanon just hoping to stay alive after suffering defeat to Qatar in their opening game. از همان ابتدای نیمه اول عربستان حملات خود را آغاز کرد و موفق شد در دقیقه 12 توسط فهد المولد به گل نخست دست پیدا کند. Fahad al-Mawlad, a bullet into the roof of the net. Can't stop those. 1-0 Saudi Arabia. در ادامه لبنانی ها روی یک ضربه آزاد در دقیقه 23 نتوانست دروازه عربستان را باز کند تا نیمه اول با همین نتیجه 1-0 به سود عربستان پایان یابد. در نیمه دوم عربستان فشار خود را برای زدن گل دوم و راحت کردن خیال خود برای پیروزی افزایش داد و سرانجام توانست توسط حسین المخوی در دقیقه 66 به گل دوم دست پیدا کند. حسین المخوی that might just do it for the Green Falcons and the trickery of Hatem Behebri on that right hand side did all the damage for Lebanon. Hussein Al-Magawi, a
این دیدار در نهایت با نتیجه 2-0 به سود عربستان به پایان رسید. Lebanon 0, Saudi Arabia 2. The Saudis go through. مصطفی آزادزوی هافبک تیم ملی فوتبال کشور و تیم چیانگ مای تایلند پس از 7 ماه مظلومیت دوباره به میادین فوتبال برگشت. این هافبک 26 ساله تیم ملی فوتبال کشور در باشگاه چیانگ مای در لیگ برتر فوتبال تایلند توپ میزند. اعضای تیم اسکی اسپینغر ولایت بامیان تمریناتشان را برای آمادگی در بازی‌های زمستانی آغاز کردند. محمد علی عرفان که در رقابت‌های سال گذشته توانسته بود از باشگاه اسپینغر مقام نایب قهرمانی را در بازی‌های زمستانی از آن خود کند، می‌گوید امسال نیز در این رقابت‌ها از آمادگی کامل برخوردار است. قرار است بازی‌های زمستانی از 18 همین ماه میلادی در 5 رشته ورزشی اسکی، اسنوبورد، کارلینگ و نشانزنی در بامیان برگزار شود. این رقابت‌ها